اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان من شیعته لابراهیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لابیه بقومه ماذا تعبدون ائفكا آلهه دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنذر نذرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراع إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فَأَغْبَرُ إِلَيْهِ يَزِفُونَ. در این سوره مبارک صافات بعد از جریان حضرت نوح سلام الله علیه که فرمود سلام علی نوح فی العالمین، گرچه انبیای بعد از حضرت نوح مثل هود صالح سلام الله علیه ما آمدن، ولی بعد از جریان حضرت نوح به قصه حضرت ابراهیم پرداختن که شیخ الانبیاس بعد از حضرت نوح سلام الله علیه، و جریان هود و صالح را این وسط ذکر نکردند. اون که از آب نجات پیدا کرد با اون که از آتش نجات پیدا کرد، این دو را در کنار هم ذکر میکند. وجود مبارک نوح از غرق طوفان نجات پیدا کرد، وجود مبارک ابراهیم از حرارت و حرق آتش نجات پیدا کرد. و از این جهت که اون حضرت شیخ انبیای بعدی بود، نام مبارک اون حضرت را بعد از جریان نوح ذکر فرمود. مطلب دوم، شیعه یعنی کسی که کاری انجام میدهد که مطابق با فکر دیگری، مرام دیگری است که باعث شیوع پیدا کردن اون فکر است. شیعه به معنای پیرو و تابع نیست. شیعه یعنی کسی که کاری انجام میدهد که باعث شیوع و رواج و مکتب است، خواه قبل باشد، خواه هین باشد، خواه بعد. اگر یه فکری مال یک صاحب فکری بود، عده مقدمتاً این فکر را پذیرفتند و رواج دادند، عده همزمان و عده بعد، هر سه گروه شیعه‌اند، یعنی مایه شیوع این کارند. در سوره مبارک سبع آیه 54 این مطلب گذشت که فرمود و حیل بینهم و بین ما یشتهونه کما فعل به اشیاعهم من قبل. ما قبلا با شیعه های اونها هم همین کار کردیم. اشیاء اینها به شیعه های اینها و کسانی که عاملان شیوع این فکران قبلن هم بودن، ما با اونها قبلن هم همین کار کردیم. از این که کلمه شیعه به افراد سابق هم گفته می شود، معلوم می شود که شیعه به معنای پیرو نیست. شیعه به معنای کسی است که مایه شیوع این فکر است. کسی که قبل بود، کسی که همزمان بود، کسی که بعد آمد و یه اصلی را پذیرفتن، اینا می شوند شیعیان. منتها زمان و تاریخ گاهی اتفاق می افتد که اون کسی که تلیعه فکر است سبق تاریخی دارد، البته سبق رتبیش که همچنان محفوظ است. فرمود به این نمی شیعته ابراهیم. مطلب دوم است که هیچ پیامبری پیرو و تابع پیامبر قبلی نیست. هر کدام وحی مستقل دارن. یک اصل مشترکی بین انبیاست به نام دین اسلام که ان الدین عند الله الاسلام. این دین الهی نه تنها جمع بسته نمیشه، نمیشه گفت ادیان، تسنیه هم ندارد. دوتا اسلام ما نداریم،
ان الدین عند الله الاسلام. مطلب دیگر آن است که هر پیامبری که آمد یک شریعتی دارد، فروع خاصی دارد، یک منهاجی دارد، نمازهای اونها، قبلهای اونها، روزهای اونها، عبادات و خمس و زکات اونها یه روش خاصی دارد. اینا رو میگن شریعت، نه دین. که لکلین جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، برای هر پیامبری یک شریعه است، یک روشی است که با اون شریعه و روش اون دین اسلام پیاده می شود. لذا هیچ پیامبری تابع پیامبر دیگر نیست. این که در باره هست ابراهیم آمده است و این من شیعته ابراهیم، یعنی وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه، دین مشترکی که بین همه انبیا بود و هست نوح آورد این رو دارد. روش خاصی که وجود مبارک هست نوح داشت که تسلب در مقاومت و استقامت و پایداری بود دارد. او با دریای آب همراه شد، اینم با دریای از آتش همراه شد، این مقاومت ها را داشتن. لذا تشیع به این معناست، وگرنه طوری باشد که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در مطلبی از مطالب دینی یا شرع و منهاج پیرو به هسته نوح باشد و وحی خاصی به اون حضرت نشده باشد، این طور نیست. لذا در جریان پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بعضی که جریان بسیار از انبیا را ذکر کرد تو سوره مبارکه انعام امثال ذالک اونجا گذشت که خدا فرمود ف به هدا و مقتده نه به مقتده. این نکته در زیل اون آیه گذشت که خدا نفرمود به انبیا اقتدا کن، نفرمود ف به مقتده، بلکه فرمود ف به هدا و مقتده، یعنی اون هدایتی که ما به اونها گفتیم همون هدایت رو به شما هم بگیم، تو به اون هدایت اقتدا بکن، نه به انبیای قبلی. انبیای قبلی هم به اون هدایت اقتدا کردن، تو هم به اون هدایت اقتدا بکن، یعنی تابع وحی ما باش. خیلی فرق است بین این که بفرماید فبه مقتده یا بفرماید فبه هدا و مقتده. اگر وجود مبارک ابراهیم به اصول نازل شده بر نوح اقتدا بکند، یعنی برابر وحی الهی اصول مشترکی دارند، اما اگر گفته بشود به نوح اقتدا بکن، بله این میشه مقلد حضرت نوح. لذا هرگز پیامبری تابع پیامبر قبلی نیست، برای که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. بله حضرت نوح که مقدم بر حضرت ابراهیم بود، با شیخ همه انبیا بود، اولین پیامبر از انبیای اولوالعزم مبارک نوح بود دیگر، که لذا فرمود سلام علی نوح فی العالمین، یه همچه سلام جهانی برای هیچ پیامبری نیامده. و این من شیعتهی، یعنی شیعه حضرت نوح لابراهیم. تو روایاتی که کنز الدقایق و امثال ذالک نقل کردم راضی فرمودید، این ضمیر من شیعتهی را به وجود بارکه هسته رسول خدا صلی الله علیه و سلم برکردن، به وجود مبارک هست امین سلام برکردن، اینا جز تأویلات و باطل قرآن است، وگرنه مرجع ضمیر الان به حسب ظاهر هم وجود مبارک نوح است. قبلا نامی از وجود مبارک پیغمبر یا هست امین سلام الله علیه و نبود. البته اون روح کلی به جامع مطلب دیگه است که در اون عالم بعضی ها سابقن بعضی ها مسبوقن، ولی هیچ کدام تابع دیگری نیستن، همشون تابع وحی الهی هن، چون خدا اینها را با وحی اعزام کرد. خب چطور پیرو به اون اصول کلی است؟ برای اینکه از جاء ربه به قلب سلیم. بله
بله، وحیی که به خودشون میاد دیگر، نه اینکه وحیی که پیامبر قبلی آمده و اینها نظیر امت اونها تابع اونها باشن. هر پیامبر تابع وحی خودشه دیگه. خب از جاء ربه به قلب سلیم، وجود مبارک ابراهیم با قلب سالم به پیشگاه پیامبر آمده. قلب سالم قلبی است که هیچ بیماری درش نباشد. هر گونه کاری فکری که بر خلاف توحید باشد مرض است. حالا گاهی مرض شدید است که قده سرطانی است، فی قلوبه هم مرضون و زاده هم الله مرضا، یا نه بیماری ضعف ایمان است که افراد ضعیف ایمان هم در کنار منافقین ذکر می شوند. منافقین اونا که دارای قده هم. فرمود منافقونه والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون فی المدینه. تو سوره مبارک احزاب که گذشت فرمود یه عده که منافقه اینا گرفتار قده هم. اینا دیگه درمان‌پذیر نیستن. افرادی هستن که منافق نیستن ولی مشکلات کوچیک هم دارن، اینا فی قلوبهم مرضون هم. یه عده هستن که هوچی هم جزء مرجفین هم. مرجف کسیست که رجفه ایجاد میکند. این که من اراجیف اراجیف، این جمع رجف و این هاست. خبری که ریشه ندارد لرزان است. تهمت ها گزارش های بی اساس لرزان است. وقتی گزارش لرزدار را کسی نقل بکند میگن این مرجف است، اراجیف نقل کرده است. در مدینه این سه گروه بودن، هم منافق، هم الذین فی قلوبهم مرض، هم والمرجفون. فمن لو لم ينتهي المنافقون والذین فی قلوبهم مرضون والمرجفون لمانندهم. پس بعضی ها قده دارن که قابل درمان نیستن، بعضی ها افراد ضعیف الایمانن که بیماری مختصری در اینها هست، بعضی ها بیماری اعتقادی ندارن، بیماری اخلاقی دارن. همونی که تو سوره مبارک احزاب به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که لا تخزن بالغول فیتمع الذی فی قلبه مرض بقول قولا معروفا. از این آیه معلوم می شود اگر کسی با شنیدن صدای نامحرم طمع بکند این مریض است. خب اگر کسی بخواهد سالم باشد باید از جمیع مشکلات و غده های اعتقادی مصون باشد، از جمیع مشکلات فقهی مصون باشد، از جمیع مشکلات اخلاقی مصون باشد، قلبش مظهر توحید تام باشد تا خدا بفرماید از جا ربهو به قلب سلیم. همین قلب سلیم است که مشکل را در قیامت حل میکند. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وجود مبارک ابراهیم در تلیعه امر به پیشگاه پروردگار با قلب سلیم رفت، قلبی که جز توحید محض، رعایت احکام فقهی، رعایت احکام اخلاقی چیزی درش نبود. از جا ربه به قلب سلیم. این از جا ربه حضور غیاب از این طرف است نه از اون طرف. خدا که معکم اینما کنتم، او مجیء و غروب و طلوع جدید ندارد. اگر انسان در هر زمان و زمینی که باشد هو معکم اینما کنتم، پس اگر غیبتی هست به حضوری، ظهوری هست به غیبتی، مال بنده است نه مال الله. وجود مبارک ابراهیم در پیشگاه پروردگارش با قلب سلیم آمده است. از جاء ربه به قلب سلیم. با این وضع که موحدانه به پیشگاه پروردگار رفت، چون در قلبش جز توحید چیزی دیگر نبود، به مشرکان اعتراض کرد.
از قال لعبیه و قومه ما تعبدون. تو سوره مبارکه انعام مبسوطا بحثش گذشت که او چند مقطع با ستاره گفتگو کرد، با ماه گفتگو کرد، بعد با آفتاب گفتگو کرد، بعد گفت وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، و اینها را ذات اقدس اله به عنوان ملکوت عالم میداند که به صورت فعل مضارع که مفید استمرار است فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. این مال اون صحنه‌ای استدلال و احتجاج بود که با پدرش یعنی با عموش و امثال زاله گذشت. اونجا بیان شد که منظور از پدر یقینا والد نیست، برای اینکه خدای سبحان به او فرمود دیگر برای هیچ مشرکی طلب مغفرت نکن، و عموی او که از او به اب یاد می‌شدن هم گرفتار شرک بود، به حضرت از او فاصله گرفت. بعد از اینکه وجود مبارک ابراهیم این پیام تند را از خدای سبحان دریافت کرد که برای احدی از مشرکین ولو پدر کسی باشد طلب مغفرت نکن، در آخرای عمر وجود مبارک ابراهیم عرض میکند خدا یا رب اغفر لی و لوالدی. والد یعنی والد، اب یعنی اب، به عمو نمیگن والد ولی به عمو میگن اب، به مربی میگن اب، ابون ارزمک میگن، ابون زبجک میگن، عمو رو میگن اب. و اما والد الا و لابد مخصوص پدر است. در آخر عمر عرض کرد بر فعلی و والدی، معلوم میشه پدر و مادر از ابراهیم سلام الله علیه و اجمعین موحد بودن، مورد عنایت پروردگار بودن. والد چیز دیگر است، اب چیز دیگر است. خب اونجای بحث در سوره مبارک انعام گذشت. الان اینجا لعبیه یعنی به همون ابو که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. اگر سعدی این حرف را دارد که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست، یعنی ابراهیم سلام الله علیه تمام بت‌هایی که عموی او و سایر مردم او منطقه می‌پرستیدن همه را در هم کوبید. حالا در هم کوبیدن بت‌های آزری را به ذات اقدس اله اینجا تعمیم می‌کند. فبود از قال لعبیه و قومه ما تعبدون، چی می‌پرستی؟ این افک از کذب از فریه است، دروغ است. شما اسناد ربوبیت و الوهیت را بین اسنام و اوسام میدید، این کذب است و فریه است و دروغ است و باطل صد درصد. و این مفعول را حالا یا مفعول له است یا مفعول به است، برای اهمیتی که داشت مقدم بر فعل ذکر. گرچه رعایت فواصل هم بی تأثیر نیست. آخر این بخش از آیات با جمع واو و نون ختم می شود. البته بعضی از آیات هم همینطور است. اما تقدیم اعفکن آلهتن دون الله تریدون و نفرمود اتریدون افکن آلهتن، برای اهمیت این است که آیا دروغ را قبول داری، فریه را قبول داری، افق و افترا را قبول داری. اعف کن آلهتن دون الله تریدون، فما ظنکم برب العالمین، گمانتون نسبت پروردگار چیه؟ خدا با شما چه خواهد کرد؟ همه نظام هستی رو او آفرید، شما رو او آفرید، این چوبه ها و سنگ هایی که شما از اونها بت تراشیدید، خلقکم و ما تعملون، نسبت به او چه گمانی دارید؟ او با شما چه کار خواهد کرد؟ فما ظنکم برب العالمین، اونا جوابی برای گفتن نداشتن، همون بحثای قبلی تکرار میکرد. یا میگفتن نیاکان ما ایرو داشتن، یا میگفتن اگر کار بد بود به خدا میداند که کار بدت جلو ما میگره، همون دوتا شبهی که همیشه از مشرکان نقل شد. اونگاه وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه دید احتجاج ها و براهین اثر نکرد، ناچار شد دست به تبر کند. اینا در یه روزی که همه از شهر بیرون رفتن و بتکده و بتخانه و همه اینا خالی شد، و برای اینکه وجود مبارک هست ابراهیم را هم همراه ببرن که کسی تو شهر نباشد،
حضرت فرمود من بیمارم. حالا به تعبیر سیدن استاد برحوم علامه رضوان الله علیه، ما دلیل قطعی نداریم بر اینکه اون حضرت بیمار نبود، شاید بیمار بود. اگر قطعا دلیل داشته باشیم بر اینکه او بیمار نبود، اونگاه بهترین توجیه همون توریه است که حضرت توریه فرمود، چون مقدستری افراد همین انبیای الهیان منزه از آنن که خلاف بگوین. پس اینی سقیمون که فرمود من بیمارم، دلیل قطعی نداریم به این که حضرت بیمار نبود تا بگیم این توریه است. اگر بیمار بود که خب وقع فی محله، اگر نبود برهان قطعی داشتیم که با بیمار نبود، همه بر توریه می شود. برای اینکه بمونه تو همون بتکده و اون منطقه بمونه و کارش انجام بده، فقط من نمیتونم امروز بیام بیرون، چون در مراسم رسمی اونا همه مردم میرفتن در نظیر روزی 13 که امروز طبیعت است، مردم میرن بیرون، یه همچه جشن عمومی هم تو منطقه بود که همه اون روز میرفتن بیرون. نه نگران بود، اما سقیمان یعنی من نمیتونم بیام، اون نگرانی که خوب یقینا داشت، اون دیگه توریه نبود و واقعیت بود، نگران بود. همین که میگفتن افن لکم ولما تعبدون من دون الله، اف بر شما و این پرستش جاهلانه شما، اون که یقینا بود. اما این که من نتونم بیام بیرون، این بیماری جسمانی است دیگر. حالا فنظر نظرتن فی النجوم فقال اینی سقیم. ما اگر دلیل قطعی داشته باشیم به این که حضرت بیمار نبود، البته بر توریه حرف میشه. بیماری روحی که یقیناً بود، به این نه موجب رفتن است نه مانع بیرون رفتن. نگاهی حضرت به ستاره ها کرد، این نگاهی که به ستاره در سوره مبارکه انعام برای این بود که سابعین و ستاره پرستا در اون روز کم نبودن، اونا این ستاره ها را می پرستیدن، برای اینکه ثابت کند اینها شایسته معبود بودن و الوهیت نیستن، سغراب کبرا درست کرد که اینا آفلن، یک ویش آفلی معبود اله نیست، دو پس اینا اله نیستن. این نتیجه اینی لا احب الافلین، اون کسی که غروب میکنه با ما رابطهش رو قصد میکنه که مدیر ما نیست، مدبر ما نیست، از ما خبر ندارد، اون کسی دائما با ماست میتواند مدیر و مربع ما باشد، اون کسی که بخشی از روز را با ما نیست و از ما خبر ندارد، اون چگونه میتواند مربع ما باشد؟ پس بنابراین اینا آفلن، هیچ آفل هم نمیتواند ربوبیت داشته باشد، پس اینا رب نیستن، اینی لا احب الافلی که بودشت. اما اینجا که نظر نظرتن فی النجوم، اونها هم ستاره پرست و ماه پرست و آفتاب پرست و اینا بودن توشون، و هم اهل علم نجوم بودن. چون نجوم تو کتاب های فقهی بخشی از را رو من سال جوان نقل کرد، من رو شیخ نقل کرد زمان داری ما، دو تا مطلب است. یکی مسئله ریاضی است که خب این رو هیچ فقیه نهی نکرده که آدم منجم باشه، ریاضیدان باشه، از خسوف و از کسوف و از طلوع و از غروب و اوقات لیل و نهار و اینا با خبر باشه. اینا بخش های علمی و ریاضی فن نجوم است که اینها کلن از بحث حرمت نجوم مستثناست و سید مرتضی رضوان الله علیه پیشگام این قسمت بود و غالب فقها هم این تفکیک را از مرحوم سید مرتضی دارد. بخش دوم بخش احکام، احکام یعنی احکام، قواعد نجومی، مسئله ریاضی است چیزی است، احکام نجوم چیزی دیگر است. احکام نجوم مربوط به طالع سعد و نحس است که اگر فلون ستاره در فلون شرایط باشد، سعد است در فلون ستاره باشد، نحس است، کی میمیره، کی به دنیا میاد، زندگی چیه، گرانی چیه، ارزانی چیه، سقوط چیه، ثبوت چیه، هبوط چیه، اینا را از حالات کواکب به دست می آوردن. این دو قسمت دارد. اول کار بسیار مشکلی است که آدم از اینا بفهمه. ثانیا نمیتونیم ما نفی بکنیم، برای اینکه ما از اینها
ارتباط ابن اونها از ما، هم کار ما در نظام اثر دارد. فرمود اگر فلون گناه را کردید، فلون معصیت را کردید، فلون زلزله میاد، فلون طوفان میاد، هیچ نمیشه انکار کرد که چگونه حالا گناهی ملتی باعث زلزله و طوفان است. ما یعنی جامعه بشری، این 7 میلیاردی که رو کره زمین زندگی میکنیم، یه تافته جدا بافته از نظام آفرینش نیستیم. حوادث روزگار در ما اثر میذاره، فصول چهارگانه در ما اثر میذاره، کار ما در حوادث اثر میذاره. ما جز این عالمیم، این حوادث عالم هم جز این عالم است. اطاعت ما لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات و کذا و کذا و کذا و کذا برکات چون نازل میشه. این چنین نیست که کارهای ما در کفر و ایمان نسبت به نزول و عدم نزول برکات بی اثر باشه، هرگز اینطور نیست. گناهان ما اثر داره، حوادث روزگار در طی کار ما اثر داره، این مطلب دیگه هرگز نمیشه اینا رو انکار کرد و قرآن هم بخش از اینها رو تأیید کرده است. منتها تشخیص این که فلون ستاره اگر در فلون وقت بود فلون کار بد است یا فلون کار خوب است، این کار آسانی نیست. صاحب شریعت فرمود اگر قمر در برج عقرب، نه عقرب، قمر در برج عقرب بود، عقد نکاح روانی است، مسافرت روانی است، اما سیرو علی اسم الله، همون روز هم میتونید با صدقه با توکل به خدا برید، ولی اگر این کار را کردید ممکن آسیب ببینید. این صاحب شریعت با خبر است و گفت است و آدم اطمینان پیدا میکند، اما از قول دیگری بخواد اطمینان پیدا کند بسیار سخت است. این هم یه مطلب. اونی که مشکل فقهی و مشکل کلامی دارد این است که کسی در خیالش این باشد که فرون کوکب اگر در فرون برج بود اون اثر دارد، این برای این با توحید سازگار نیست، چون همه اینها مخلوق ذات اقدس اله هستند، رب کل دارد اداره می کند. اما اگر بگوید این علامت است به تعبیر سید مرتضی و فقهای ما که از این علامت ما پی می بریم به سعد و نحس، بله این عیب ندارد. قمر در عقرب بودن همین طور است، در فرون وقت مسافرت کردن یا ازدواج کردن یا عقد کردن این اثر را دارد. نحس و سعد را انسان با این کشف بکند که ذات اقدس اله اینا را علامت قرار داد، اینم محضور ندارد. بنابراین در نجوم و مسئله ریاضی یه مسئله عمیق علمی قوی است، مثل فقه و اصول نیست که با بنای و غلب و فهم عرف حل بشه. یه جنکندن علمی میخواد تا آدم بفهمه فلون ستاره کی غروب میکنه، کی طلوع میکنه، کسوف چیه، این جدولهای و زیجایی که بیان کردن چیه. این با فهم اغلا و بنای عرف و لغت حل نمیشه. علم ریاضی هم یه علم فراریست که به آسانی به ذهن کسی نمیاد، مخصوصا بحثهای نجوم که سبعدیست، طول و عرض و عمق دارد، با نقشه هندسی دائره‌ای حل نمیشه. اونی شما با کره رو کار دارید، با مکعب کار دارید، اونی که رو کاغذ میکشن دائره است و مربع، اونی که تو واقع است کره است و مکعب، اون بعد سوم تو ذهن به آسانی نمیاد، گرچه با پیشرفت وسایل این بعد سوم رو تأمین کردن. غرض این است که اون کار عمیق علمی ریاضیدان باید بفهمد. بحث ریاضی کاملا جداست، مثل خسوف و کسوف و اول ماه و اوقات لیل و نهار و نصف شب و شب و امثال ذلک که نماز قضا میشه، اینا کار ریاضی است. اما احکام نجوم که مربوط به سعد و نحس است، این راه علمیش بسیار بسیار پیچیده است، چون راه ریاضی ندارد و بخش به حدس و گمان برمیگرده. اگر صاحب شریعت بفرماید که فلان کار نحس است، سمعا و طاعه، نظیر قمر در عقرب و امثال ذلک، دیگری بگوید در حد احتمال است. برهان هستعوی در بهج البغوه تو بیانات نورانی حضرت همینه، وقتی منجم به حضرت گفت شما امروز اگه وارد جبهه بشید برای جنگ شکست میخورید برای که ستاره اینطوره، حضرت فرمود من صدق که فقط کذب الله،
بعد یه نقض کرده، فهمید خب اون رقیب منم امروز وارد صحنه جنگ میشه، اگر کسی وارد صحنه جنگ بشه شکست میخوره، خب او هم امروز وارد میشه دیگه، چطور من شکست بخورم؟ این استدلال حضرت است تو نهج البلاغه. دو تا برهان حضرت اقامه کرد، یکی این که خب او هم رقیب من هم امروز وارد صحنه میشه، دوم فقط من صدقه که فقط کذب الله سبحانه و تعالی و عزالله. اگر کسی حرف تو را باور کنه که این ستاره اثر دارد، این قرب و بعد کواکب اثر دارد، اینا منشه آثارن، این معذرالله با ربوبیت ذات اقدس الا سازگار نیست. البته اگه کسی اینها را علامت بدونه، نظیر قمر در عرب هم همین طوره دیگه، ما که نمیگیم قمر در عرب معذرالله این اثر داره، که میگیم این علامت است که خدای سبحان فرون کار را خواهد کرد، فرون روز نحس است، فرون روز سعد است. وجود و بارکه است ابراهیم نگاهی به ستاره کرد از باب جدال احسن، که اونها به علم نجوم خیلی بها میدادن، برخی ها این نجوم را میپرستیدن، برخی ها هم به این احکام نجوم خیلی احترام دارن. تو این احکام نجوم میبینید میگن بعضی ها سهم الموتشون خوبه، خدا غریب رحمت کن شیخ ناستاد مرحوم علامه شهرانی رو، ایشون فهمید اگه تو این احکام نجوم گفته باشن که فلون شخص در تالش آمده که سهم الموت خوبی دارد، یعنی طوری میشه که تشیع خوبی داره، مریض ترحیم خوبی داره، یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال برای مریض ترحیم میگرن، این میگن سهم الموت خوبی داره، یعنی مرگ خوبی داره. اما سهم الحیات داره یا نه معلوم نیست. برخی ها سهم الحیاتشون خوبه، سهم الموتشون ضعیفه. بعضی ها از هر دو سهم محرومن، بعضی از هر دو سهم متنعمن. اینا جز احکام و نجومه. اگر گفتن فرون شخص سهم الموت خوبی دارد، یعنی تشیع خوبی میشه، ترحیم خوبی داره و ها کذا و ها کذا. اینا هم در حد احتمال است یک، اگرم ثابت بشه در حد علامت است نه علت دو. حالا اینجا وجود بارک است ابراهیم نگاهی به این نجوم کرد، نظر نظرتن فی نجوم، بعد به اونا فرمود اینی سقیمون. خود حضرت ممکنه فهمیده باشد از این را، همونهایی که میگن قمر در عقرب این طوره و از راه وحی میگن دیگر، این هم که صاحب وحی است. این که فرمود که نور ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، خدا هم به صورت ارائه یعنی ارائه، تو بحث سوره مبارکه انعام گذشت که ما یه رؤیت داریم، یک نظر، تو فارسی یک دیدن داریم، یک نگاه. از نگاه کار حل نمیشه، چون گاهی به تعبیر برها علامه میگه نظر تو الی القمر ولم اره، نگاه کردم و ندیدم، اما دیدن شیء را انسان مشاهده میکند دیگر. به ما در سوره اعراف فرمود چرا در ملکوت نگاه نمی کنید؟ اولا ینظر فی ملکوت السماوات والارض، نگاه کنید شاید ببینید. اما درباره هست ابراهیم که نفرمود اون نگاه کرد، که حالا ما نشانش دادیم به کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات والارض. خب چه محضوری دارد؟ کسی که از ملکوت آسمان ها و زمین با خبر است، از ملک آسمان و زمین هم یقینا با خبر است، از اوضاع کواکب بفهمد که مریض میشه، این محضوری ندارد. اگر صاحبان شریعت میگن قمر در عقرب اون اثر را دارد، اینم صاحب شریعت است، به الهیات الهی داره این حرف میزند دیگر. اون که فعل ماضی نبود که بگیم قضیتون فی واقعتن، که این به صورت فعل مضارع است، فبود ما مرتب ملکوت آسمان و زمین را نشان از ابراهیم میدیم و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض. فتحصل، اگر ما یقین داشته باشیم که حضرت بیمار نبود، میگیم این طوری است، و اگر یقین داشته باشیم که این نگاه در نجوم کاشف نبود، میگیم این طوری است. اما نه اون یقین اول است نه یقین دوم. بنابراین ممکن است بیمار بوده و نتونست ما بیرون بره. مستحضری تو بحث به جادل هم بلته احسن گذشت که اگر سبقی مقبولیت معیار باشد میشه جدال احسن، و اگر سبقی معقولیت معیار باشد میشه برهان، و چون جدال اینها جدال احسن است نه مراء باطل که در حج تحریم شده است. مراء آن است که فقط از مقبولیت انسان کمک بگیره، از معقولیت صرف نظر کنه.
خب چیزی که مقبول دیست اگر معقول نباشه که انسان ازش استفاده نمی کند، که میشه جدال باطل. از عجز و جهل طرف انسان سوء استفاده میکند که میشه جدال باطل. جدال حق آن است که این دو عنصر را داشته باشه، هم معقول باشه هم مقبول. منتها سبقه مقبولیت مراده. هر جدالی که در بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام آمده است جدال احسن است، یعنی حق و فی نفسهی، و اون هم قبول دارن. چون از اون جهت که اونا قبول دارن دارن استدلال میکنن، میشه جدال. خب اینجا فرمود فنظر نظرت فی النجوم فقال انی سقیم. اونا رها کردن حضرت رو دیگه. خب حالا گفته ما میریم بیرون، شما اینجا بمونید. حضرت فرصت را غنیمت شمرد و تبر را گرفت و وارد بتکده شد و با طنز به اینا گفت چرا بعضی ها شبیه انسان بودن، چرا حرف نمی زنید، چرا غذا نمی خورید. این به زبان اعتراض در برابر کسانی که این اصنام و اوثان را منشأ تقریب و شفاعت می دانستن گفته است. در سوره مبارکه نحل آیه 27 خدای سبحان در قیامت به اینا فرماید که عین شرکای الذین، کجا شرکای من؟ خب چوبها که شریک خدا نیستند، سنگها که شریک خدا نیستند، اما اینجور برخورد کردن یه برخورد تحقیر آمیز خاصی است نسبت به اصنام و اوثان پرستا. اینجا به اینها فرمود چرا غذا نمیخورید؟ شما را که میگن کارهای فراوانی از شما ساخته است، شما مقرب اله تقریب کنندید، شما شفیعید. فراغ اله آلهتم روغان، یعنی کاری که تقریبا الحرب و خدعتون تو میدان جنگ، این کار روغان، گرچه روغان را به ثعلب نسبت میدن، اون حیله و چاپلوسی مذموم مراد نیست، اون الحرب و خدعتون مراد است. که طرزی حضرت اینها را غافل کرد، چرا غذا نمیخوری؟ چرا حرف نمیزنی؟ بعد کمین کرد با قدرت اون تبری که داشت همه اینها را ریز ریز کرد. فراغ الی آلهتهم فقال الا تأکلون ما لکم لا تنطقون. این روغان را دوبار تکرار فرمود. فراغ الی آلهتهم، برای اینکه اینها را با طعن تحقیر کند. بار دوم فراغ علیهم ضربا بالیمین، حالا یا با دست راست تبر را داشت یا با قدرت این تبر را کوبید، که یمین همون قدرت ایناست. برخی ها خواستن بگویند منظور از این یمین سوگندی بود که وجود بارک است ابراهیم قبلا یاد کرد، که فرمود تلاه لعکیدن نسنامکم، قسم به خدا من این بت‌ها را ریزیز بکنم. خب این اثباتش که منظور از این یمین اون یمین باشد آسان نیست، ولی با قدرت اینها را در هم کوبید. فقط اون بت بزرگ را گذاشت تا اونها بیاند و سوال جواب مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین. بزرگ را گذاشت تا اونها بیاند و سوال جواب مطرح بشه. الحمدلله رب العالمین.